به این بازیکن خوب نگاه کنید. طی چند سال اخیر فوتبالیستای جوونی معرفی شدن که رسانه ها اونا رو با مسی مقایسه میکردن، ولی هیچ کدوم نتونستن به نزدیکی سطح مسی برسن. فوتبالیستی که امروز میخوایم بهتون معرفی کنیم یک چیز خاص داره که نمیشه به آسونی ازش گذشت. به لوکاس رومان سلام کنید، استعدادی که در ادامه بهتون میگم چرا باید مورد توجهتون قرار بگیره. در 18 ژانویه سال 2023 لوکاس رومان 18 ساله از آرژانتین به اسپانیا سفر کرد و با بارسلونا قراردادی امضا کرد که بسیار قابل توجهه. استعداد جدید کاتالونیا سال 1,200,000 یورو دستمزد میگیره که رقم بسیار بالاییه. بارسلونا شرایط مالی مناسبی رو نداره و در چند سال اخیر دیدیم که مدیران ارشد این تیم با فوتبالیستایی صرفاً به خاطر اینکه از پس پرداخت حقوقشون برنمی اومدن فسخ کردن. پس این پسر حتماً استعدادایی رو داره که بارسلونا رو وادار به امضای این قرارداد کرده. همونطور که میدونید لاماسیا جزو یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین آکادمی‌های دنیای فوتباله که در چند سال اخیر تونسته گاوی، پدری، آنسو فاتی و آراخوئو رو به دنیای فوتبال معرفی کنه. باشگاه بارسلونا یک مرکز نوآوری داره که در اون جدیدترین سیستم‌های آنالیز فوتبالیستا رو در دست دارن. اما گفته میشه که لاماسیا داره یک تکنولوژی ژنتیک شناسه. اونا با مقایسه ژنتیک فوتبالیستای جدید با ژنتیک ابرستاره‌های سابق دنیای فوتبال بازیکن‌های جدید رو جذب می‌کنن. به نظر میرسه که لوکاس رومان هم با همین سیستم شناسایی شده و لقب مسی جدید رو گرفته. اما برای آشنایی بیشتر با مسی جدید باید بدونید اون از سال 2011 در تیم‌های پایه در آرژانتین بازی می‌کرده. اون از سال 2022 وارد فوتبال در رده بزرگسالان شده که تونسته در 27 بازی 3 گل بزنه و یک پاس گل بده که برای یک فوتبالیست 17 ساله آمار قابل قبولیه. رومان همچنین توی رده‌های پایه تیم ملی آرژانتین هم بازی کرده و در حال حاضر به تیم ملی زیر 20 سال آرژانتین که تحت نظر خاویر ماسکرانو دعوت شده. خب رسیدیم به هیجان انگیزترین قسمت ماجرا. چرا به لوکاس لقب مسی جدید رو دادن؟ اگه به نحوه حرکت‌ها و نحوه به ثمر رسوندن گل‌های رومان دقت کنید، میشه شباهت‌های زیاده بین اون و مسی رو فهمید. همونطور که میدونید یکی از دریبل‌هایی که مسی همیشه انجام میده فریب بدنیه که با توجه به ویدیوهایی که از لوکاس در دست است میبینیم که بارها و بارها از این تکنیک استفاده میکنه. همچنین لوکاس مثل مسی قدرت بازیخونی فوق‌العاده‌ای رو داره و میتونه پاس‌های کلیدی رو ارسال کنه. مثل مسی لوکاس هم توانایی دریبل زدن در سرعت بالا رو داره و نحوه حرکت‌های انفجاریشون بی‌شباهت به هم نیست. با توجه به استعداد رومان اون این فرصت رو داره که در بارسلونا تبدیل به یک سوپر استار بشه. اما شما توی کامنت بنویسید که آیا به نظرتون بازیکنی مثل مسی میاد؟